اما تنان عزیز دوستان گرامی خانم و آقایان و همسنفی های عزیز و گرامی امروز در رابطه با تیمور گورگانی سخن میزنیم و در باره تاریخچه ازی و زندگنامی نخستین پادشاه دودمان گورگانی را یا دودمان تیموری را براتون پیشکش میکنم و و در اول باید از چنانه که آغاز یعنی آغاز سخن است اوست که یعنی در امی کشوری که در یا در هندوکش که یعنی جایگاه سه یا چهار میتونه که زیادتر از امی ادیان غیر ابراهیمی باشه و چی در زمان میترایا که آفتاب بسیار دوست داشتن و از او خاطر او را آفتاب پرست میگن و یا یک خورشید نماد از تمام چیزات که اگر خورشید ما از بین بره تمام کائنات که همین کائناتی که ما گیتی میگیم از بین یعنی قسمتش از بین میره کل گیتی که با اونیوزم برش گفته میشه که متشکل از گلکسی های به میلیاردها گلکسی های است و فقط یک گوشگاه که بسیار کوچکش همی نظام شمسی ما با چی همی قمرهایی که وجود داره که به نام های عربی از او مردم میشناسن و نام های پارسی از ایره کسی در کشور به نام افغانستان یاد ندارم چون زیادتر عربی آمد بعد از اینکه زوروستریزم و زردشتی و دین بودایی و دین هندوان که ای از ادیان که در امین هندوکش ساخته شده این رابطه گفتیم و همچنان تورانی ها و ایرانی ها و ایندیا با هم همیشه در از یک یعنی از امی سی فرهنگ و سی زبان که تورانی ایرانی و ایندی است از این هیچ ما نمیتونیم خود دور بسازیم چون نمیم جا نام است من در اینجا چندین بار این مسئله را ساختم و می هندویزم که به حسابی در جشن هولی میگرن جشنایی که ما هم می را داریم و می آتش باعث یک نماد از چهار نماد عناصر عمومی است یا عناصر عمدی دنیایی است و هفت بنای زردشتی و نمو نیکوکاری است که او را چندین دفعه بهتون پیشکش کردم که اول از این به معنی پندار نیک که باز به بودایی گفته میشه سما پندار سما از سانسکریت میه که به پشتو دو است و سما یعنی خوب نیکو
از هندوستان میاد چون که دین بودایی در هندوستان تولد شد و افت نیکوکاری زردشتی را به خود گرفت جمع تمرکز که مساوی به بودیزم میشه که اولش پندار نیک دومش گفتار نیک کردار نیک یا رفتار نیک کردوش در یکی از بودیزم بود یعنی افت جشنای بزرگ زردشتی که او نوروز میرگان تیرگان و یلدا و شب یلدا و همی به حسابی انقلابات خورشیدی و همچنان یا نقطه عطفای خورشیدی و شب و روز که با هم دیگه یک جای هست که خود چهار تایی از این ساخته شده دیگه باز میایم به نام شب صده است که یا چهارشنبه سوری است و خود چهار جشنی که در چهار هفته از پیش از نوروز برگزار میشه یکی برای یادآوری خورشید است که دوم به یادآوری باد است سوم به یادآوری زمین است یا گل زمین یا مادری زمین که او خاک است و دیگهش به حسابی آب است که این جشن ها را مردم های باستانی می گرفتن که آستاستا باز این جشن ها یعنی که می خود نوروز شما می فهمین که نوروز 40 روز است در وطن خود ما 40 روز است که همی خودش 40 روزی از این بیانگر از اینمی است که یک جشن بسیار بزرگ و بسیار فریخته که خود خداوند از این جشن خوش داره به خاطر که چقدر طبیعت بیدار میشه و تولدی تمام به حسابی کائنات است در امی زمین که یک چیزی که بسیار کوچک است یکی از یعنی قدر هم زیاد کوچک نیست اما یعنی یک میلیون زمین مساوی به خورشید خود ماست که خورشید نظام شمسی که در این اینجا وجود داره خب امیر همیشه تکرار خود می کنم به خاطر از اینکه یک چیز بسیار عمده است که این مسئله را ما بفهمیم یعنی که زبان ما از گرگونی ساخته شده تورانی ساخته شده زبان ما از هندی ساخته شده زبان ما از ایرانی شده اینجا چی را پس کنم که زرم دیگه بیم خود در صورت یکی از این هم در رابطه به مسئله توران تر یک گپ دیگه هم هست که در توران و ایران و یا یک کسای آمده که گفتن که امی توران در اینا مثلا در نزدیکای پشاور و قلات و چیزا توران نام داره و این یک چیز زیادتر در ویکیپیدیا هایتون است ویکیپیدیا های بسیار غلط نوشته می کنند چون که هر کس که دلک شد دور نوشته می کنند اما مثل از این که بس بی نوشته کنند که چی همی اندوکش به معنای که اندوارا بکش خب این یا ای که مثلا دیگر آجیگک نشته کردن که آجیگک خورده این چیزهایی که بسیار غلط چیزها نشته کردن و اگه هم یا مثلا میگه که چی فردوسی یعنی
زال در زابل بوده که چی قلات است با پایتخت قلات است که رو ما میفهمم که در زابلستان در چی نیست در قلات نیست و تنها نامش است که یکی از سی ولایت که در افغانستان در سال 1963 آلازت پادشاه افغانستان امایونی او در زمان کرد که در لوی جرگش هم نام خود عبدالظاهر مانه که پدر بسیار بزرگوار است که او به هزارا چیره خواندن پارسی از همه ایران زمین خواند و یک چهار دانم پشتو یعنی میتونه که نشاندهنده بزرگی زبان ایرانی به نام زبان پارسی، به نام زبان پشتو، به زبان بلوچی، به زبان کردی و همچنان بزرگای در ایندی هستند که مردم های ایندی هستند و مردم های تورانی هستند. خب یعنی اما یک پیش یعنی یک پیش گفتار بوده این آمده. خب تولد تیمور گرگانی در سال 1336 میلادی که مصادف است به 715 اجری خورشیدی و مصادف است با 736 قمری در شهر کیش اوز بکستان یعنی در شهر کیش سبزوار یا شهر سبز اوزبکستان تولد شد که او زمان فکر نکنم که اوزبکستان بوده باشه اما همی خود اوز بوده و به معنای اوز و باز بیکش به معنای آقا و یا بزرگ نام داره و اون چگکش هم امو ستانش هم پارسیست که اون مثل که افغانستان اصلا افغانتون دیگه نیست اگر نی خوبتر بود که افغانتون می بود چون که افغانستان یعنی جایی که افغان ها رو زندگی میکنن و افغان یک مترادف برای پشتون، برای رویله، برای برای پتان ها یعنی چهار نام داره نام خدا پشتون ها بازی در می مسئله بیک هم در بیک هست که تاج بیک اون ارگ نو بود که در نزدیکی تپه تاج بیک سر تپه تاج بیک در سال 1922 دولت آلمان برای شب خانی برای او نفرهای پارلمان یا وکیلای پارلمان ساخته بود که در اینجا بیاین از ولایات دیگه ولایات خود اونجا هفت ولایت بود زمان امان الله خان در سال 1922 هفت ولایت بود و در پیش از عبیب الله خان شما همتون در چیشم هفت ولایت به معنای هفت مملکت مذارت میخوام هفت ولایت نه هفت مملکت بود که هر کدام از اون مثل قندار بود رو که باز در سال 1963 امی تا اونمو وقت هم هفت ولایت بوده هفت چی اصلا هفت حکومت علا بود حکومت علا دیگه یعنی که اونا ما پاچا هم بودن دیگه به حسابی مثل پاچا بودن که اونا خود ایراد پاچا داشت پاچا ایراد کی بود؟ تیمور درانی بود که اونا تیمور هم از گرگانی گرفته شده از تیمور گرفته شده نه از چی؟ که اونا خود تیمور هم پاچا بود به خاطر زیکی چرا؟ به خاطر که احمد خان عبدالی ملتانی که از بابا یاشون از ملتان بوده
که او خودش در ایراد که خودش در ایراد تولد شده بود بعد از اون آمد در قندار شاهنشاه کشور امپراتوری درانی شد که بازم قندار هم یک پاچه ها داشت باز هم اگه پاچه ها داشتیم که کابل هم یک پاچه ها داشت و در خود همی طرف های توران دیگه اون زمان همی چه بودن دیگه به حسابی خود مردم چی که برای ما او رو ازاره میگیم و چی و بزرگوار یکی از یا یکی از به حسابی علامه ها یا علامه برش گفته میشه یا یک پروفسور از زبانشناس و پروفسور ادبیات پارسی به نام عبدالعی عبیبی بود که او بچارگه مجبور شد که مپتبه خانزانه رو بسازه که همی تاریخ پشتونا معلوم شده که کلان است. ما میفهمیم که تاریخ پشتونا بسیار بزرگ است که ما چندین دفعه تا بالا گفتیم که او از 2500 سال پیش او پختان وجود داره در ارتش اخامنشیا. یعنی واجد از این کار نبود. مثلا لنده های پشتو باعث دوبیتی های که بود از زمان های بسیار قدیمی است. واجد تقلب پتخزانه نبود. واجد تقلب دختر سم... چی میگنش؟ سمبولاو یا دوشیزی اولیان فرانسه نبود که او هم بود دختر 19 ساله که آمده بود امرای پاچای و زمان افرسر که علیه جنگ میکرد علیه انگلیس و آمد که باز بیرق افغانستان ساخت. باز تقریبا 90 سال یا مثلا سال چند بود دیگه سال 88 تم جنگ بود که هنوز نامش چی هنوزی عبدالرحمن خان نامده بود سر قدرت که جنگ شد که بزرگوارای بودن که راستی در اونجا جنگ کردن. باز در پلوی از این بزرگوار که پاچای که به حسابی همین پایین نه نامه که دارم که یادم رفته میشه اما اونمون نفرها ای آمده در پالوی یزی دیگه استاد شده و هیچ کس هم بوده نمیفهمده او جنگ بسیار از کرای انگلیسی بودن از کرای اندوی بودن امی خواه از اندستان آمده امی برطانیا و برطانیوی ها بودن اما برطانیوی ها همه تو یک نام نداره که نام ملاله در اونجا وجود نیست اما یک ملاله یه دیگه وجود آمد که او رو به نام ملاله یوسفزای میگه کنه او پاکستان و ملاله افغانستان هم تیر کرد. بازی با تقریبا 100 سال بعد باز جاده رزی بعضی بیرق افغانستان شد. خود کلگیش دروغ است در جانایم. حال اما مسئله در رابطه به مسئله از امی میاییم مسئله در تاجبیک آمد که همی خود ارگ نو در زمان دارای ساخته شد بعد از باز در زمان بیک ها تیموری های یعنی تاج که هست یعنی تاج از پارسیان قدیمی هست تاج اون در خود تاجیکار نوشته شده که یکی از فارسی زبان هایی که در شرق ایران زمین بودن اون تاجیک هست در ایرودوت نوشته شده پکتان هم اون در ایرودوت نوشته شده یعنی این پتان و پکتان یا از یک کلمه میگه این خب ما پیشتر چند وقت هم گفتم نمی ارگ نو ما که در سال 19 بباشیم 2005 که در از طریق چی در سفارت آلمان کار میکردم در اینمی زمان بازم اساکر چی میگنش که در تاجبیک بودن از اساکر آلمانی و اساکر انگلیس امریکایی باز و همی ارگ نوه اکسا و یاشه به ما دادن و
اونم عکساشو مبتلا روان کردم که عکس چقدر دیوارهای کتک کتک بود. پیش روی امی تپه تاج بیگ که در تسر تپه تاج بیگ او چی بود؟ گفتم که نه که بازورم برای شب خوابگاه وکیلا نشد، بازو امان الله خانم بگی داد با مادرک خود داد، شکر خدا با مادرک خود داد، باز وقتی که مادرکش فهم کرد با زنک خود داد باعث که برم جا آوازی اترا کنه دیگه. او چی که آلمان در سال 1922 که ساخت یک دالمان که باعث پارلمان و باعث چی شوه؟ باعث پارلمان و باعث وزارتخانه شوه و هم دیگه باز به نام قصر شد، از پارلمان به قصر تبدیل شد و دیگه شم قصر تاجوه کتو را بگو که خودش نمایندگی ازی میکنه که این ازیمی انمی ازمی مابین خود انمی پاچه ها و رئیس جمهورهای افغانستان بسیار نادرست کارهایی کردن که باز اگر یک نفر ها که دیگه میایه در اونجا میایه سر قدرت بازو رو با چی سقهو میگن. ببینید کل اگیش امیر عبدالرحمن خان پاچه افغانستان میگه بازو سقهو ها که او عبیبلای کلکانی نام داره او رو چی کردن؟ به نام با چی سقهو داره. خب خوب هم است با چی سقهو یعنی آب میاره، اما نام اصلی ازو در تمام دنیا به غیر از افغانستان نوشته است عبیبلای کلکانی پادشای امیر افغانستان. کل اگه نوشته کرده اما فقط افغان ها بازی کار رو میدونه، نه تنها که افغان ها میخود تاجک ها کل اگه این بچه سقه رو میگه. و یا ای که امان الله خان نکشت به طور مثال امی پدر یک ملک و شاعرهای فارسی که تمام کتاب از او از فارسی پر است، کتابش هم ایران چاپ کرد به نام خلیلای خلیلی، استاد خلیلای خلیلی، بابیش نکشت، خوکشت امی امان الله خان که میگن که بسیار یک آدم خوب بود. که در صورت من میخواستم که نمی ای را بگویم که مرگ ازی در سال 14-5 صورت گرفت. من فکر میکنم که من بازم زیاد گپ زدم مثلا تیمور ماند، اما در چی دومش میریم؟ تشکر از اوسلیتان دوستای عزیز و گرامی.